درخواست نایب رئیس مجلس آلمان برای رفع حصر رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 با واکنش منفی اصولگرایان روبرو شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، کلودیا راوت این درخواست را روز یکشنبه پنجم بهمن در دیدار با محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مسئلات نظام در تهران مطرح کرده و گفته است که اگر این اتفاق بیفتد مردم رضایت بیشتری خواهند داشت. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه 89 تا کنون در حصر خانگی هستند. خانم رود در ملاقاتش با آقای عارف اعتراضات سال 88 را از نشانه های خاص آزادی جوانان و دانشجویان ایرانی توصیف کرده است. در واکنش به این اظهارات، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که چند نماینده اصولگرای مجلس ایران از جمله محمد علی فرد، نایب رئیس مجلس، فاطمه آلیا و محمد اسماعیل کوسری سخنان خانم روت را دخالت در امور داخلی ایران دانسته و خواستار آن شدند که وزارت خارجه ایران سفیر آلمان را احضار کند البته مقامات مسئولم نباید در این رابطه کوتاهی بکنند حتما باید قبلش تذکرات لازم رو به این خانم و همکاران این خانم میدادند که مهمان ما هستن احترامشون بجا ولی اجازه دخالت در امور داخلی کشور رو به خانم روت همچنین در دیداری با شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران از تلاش های آلمان برای موفقیت آمیز بودن مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک گفته و آن را به نفع دو کشور دانسته است نایب رئیس مجلس آلمان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دولتی ایرنا هم گفته است امیدوارم تندروها در کنگره آمریکا از مخالفتها و کارشکنی دست بردارند و مانع ادامه مذاکرات دولت اوباما با ایران نشوند. نایب رئیس مجلس آلمان در ملاقات با محمد رضا همچنین از محدودیت انتخابات آزاد در ایران با وجود نظارت استصفابی گلایه کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی از جمله عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر و رسیدگی به پرونده جعفر پناهی فیلمساز شناخته شده ایرانی که به زندان و محرومیت از کار محکوم شده نیز شده است پیشتر سفر هیئت اعزامی پارلمان اروپا به ایران و ملاقات با چند فعال حقوق بشر ایرانی از جمله نسرین ستوده و ملاقات کاتش نشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نرگس محمدی فعال حقوق بشر و گوهر اشخی مادر ستار بهشتی وبلاگ نویس جوانی که در سال 91 در زندان جانباخت باخت با انتقادهای مشابهی از سوی اصولگرایان روبرو شده بود کورش صحتی صدای آمریکا